روز 78 عید نوروز. گفتگو. بهناز، تقریبا نوروز است. تو آخر هفته چه کار می کنی؟ اصل کار خاصی نمی کنم، فقط کار. چرا می پرسی؟ من هنوز خریدهایم را تمام نکردم. می خواهی با من آخر هفته به خرید بیایی؟ من دوست دارم بیایم، اما مطمئن نیستم بتوانم. چرا نمی آیی چهارشنبه به جایش برویم؟ چهارشنبه خوب نیست. من فکر می کنم مغازه ها خیلی شلوغ هستند. بسیار خوب، پس سعی می کنیم آخر هفته برویم. بله، خوب است. لطیفه، معلمی در کلاس در حال درس دادن بود که ناگهان بر سر دانش آموزی فریاد زد و گفت تو نمی توانی سر کلاس من بخوابی. دانش آموز در حالی که چشمان خود را می مالید جواب داد درست است آقای معلم، چون شما خیلی بلند حرف می زنید. جمله های رایج. دنبال چرخ دستی می گردم. ممکن است بگویید صندوق کجاست؟ من مشتری دائمی اینجا هستم. پوشاک مردانه در کدام طبقه است؟ شعر. مگذار که قصه در کنارت گیرد، وندوه محال روزگارت گیرد. مگذار کتاب و لب آب و لب کشت، زان پیش که خاک در حصارت گیرد. خیام. کلمه روز. سقوط. سقوط معنی. مثال: مسافران می ترسیدند که هواپیما سقوط کند. ضرب المثل. حرفش را به کرسی نشاند. هنگامی که شخصی برای اثبات حرفهای خود پافشاری کند و حرفش را به دیگران تحمیل کند میگویند حرفش را به کرسی نشاند. کلکش را کندند. این ضرب المثل هنگامی به کار می رود که شخصی را از بین ببرند یا ضرری به او رسانند و از جایی بیرونش کنند. در این موارد گفته می شود کلکش را کندند. گفتگو. صدف، برنامه‌ات برای عید نوروز چیست؟ سایه، هنوز تصمیم قطعی نگرفتم، اما با خانواده به مسافرت می رویم. ما یک مراسم عروسی داریم. باید برای مراسم لباس بخرم. عروسی کی؟ عروسی برادرم. روز پنجم فروردین است. من هنوز خریدهایم را
انجام نداده ام. خب من شنیدم فروشگاه آریا پیراهنهای جدیدی آورده است. آنجا رفته ای؟ نه نرفتم. پس آخر هفته می روم. کاش بتوانم یک پیراهن زیبا پیدا کنم. اصطلاح روز: خواستن توانستن است. معنی: آنچه را انسان بخواهد می تواند به دست آورد. خواندن: باغ عفیف‌آباد از آثار تاریخی شهر شیراز است. این باغ همکنون در اختیار ارتش ایران است و به یکی از بزرگترین موزه های سلاح خاورمیانه تبدیل شده است. باغ عفیف‌آباد یک نمونه کامل از هنر گلکاری ایرانی است و در یکی از مناطق اعیان نشین شیراز قرار دارد. این باغ در سال 1863 میلادی ساخته شده است. این مجموعه شامل یک کاخ سلطنتی، موزه سلاح‌های قدیمی و یک باغ ایرانی است که برای بازدید عموم آماده هستند. کلمات جدید: اندوه، محال، نابود کردن، هنگامی که، اثبات کردن، نابود کردن، پافشاری، تحمیل کردن، از بین بردن، روزمره، رونق یافتن، رویارویی، زایشگاه، زجر دادن، زحمت کشیدن، آرزو داشتن، آزمودن، آماده ساختن، ابراز داشتن، احاطه، احسان، ادغام، از یاد بردن، استهمام، اشتیاق، اطمینان، افتتاح، اکتشاف، انبوه، اجتماع،